بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله علمای اعلام و فقهای عالیقدر جهان تشیع مرحوم آیت الله میرزا حسین نائینی اعلی الله مقامه شریف که در سال 1276 در نائین به دنیا آمد و بعد از تحصیلات ابتدایی به نجف اشرف و سپس به حوزه علمیه سامراء مهاجرت نمود و در محضر درس میرزا شیرازی بزرگ شرکت نمود و پس از چند سال از سامراء به نجف اشرف رفته و در آن حوزه اقامت فرمود و یکی از اساتید طراز اول فقه و فقاهت در آن حوزه مقدسه گردید و فقها و مجتهدین عالی مقامی را به جهان اسلام و جامعه تشیع تحویل داده و در سنه 1355 از دنیا رفت و در نجف اشرف مدفون گردید. از این مرجع و فقیه عالی قدر فتوای جامع و تاریخی درباره عزاداری سنتی امام حسین علیه السلام صادر گردیده که جمعی از علمای اعلام و فقها و مراجع عالی مقام تا کنون را تایید و امضا نموده و موافقت خود را با آن اعلام داشتند. برای اطلاع بینندگان عزیز و علاقمندان به عزاداری سنتی، ابتدا متن فتوای ایشان را ذکر نموده و سپس فتاوای علما و فقهایی که آن را تایید نموده‌اند ذکر خواهیم کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. به سوی اهالی بصره و اطراف آن، پس از تقدیم سلام بر برادران صاحبان مجد و بزرگی اهل بصره و نواحی آن، بدیعی است که بیرون آوردن هیئت‌ها و دستجات عزا در دهه عاشورا و مانند آن در کوچه‌ها و خیابان‌ها بدون هیچ گونه شبهه‌ای جایز است و رجعان دارد و از آشکارترین مصادیق عزای سالار شهیدان و مظلوم کربلا است و نیکوترین وسیله است برای تبلیغ هدف عالی حسین ابن علی علیه السلام، ترویج قرآن و دین مبین اسلام برای هر دور و نزدیک. لکن باید این شعار بزرگ از هر گونه محرمات مانند آوازخوانی و استعمال آلات لهو و لعب و نزاع و کشمکش خالی باشد و چنانچه گاهی چنین محرماتی در بعضی از هیئت‌های عزا واقع شود، حرمت آنها به عزاداری امام حسین سرایت نمی‌کند. هیچ اشکالی نیست در جایز بودن سینه زدن یا با دست به صورت زدن، حتی به حدی برسد که سینه و صورت سرخ و سیاه شود. و اما بیرون آمدن خون از پیشانی در اثر شمشیر و قمه زدن در صورتی که از ضرر آن محفوظ باشد جایز است. خدا ثابت بدارد ایشان را به قول ثابت در دنیا و در آخرت. ظاهراً جایز است شبیه شدن و ممثل گردیدن، ولی باید مواظب باشند و در شبیه خانی و عزاداری محرمات شرعی انجام نشود و اگر اتفاقاً حرامی واقع گردد سرایت به اصل عزاداری نمی کند، چنانچه قبلا گفته شد. طبل و سنج و شیپور که در دستجات حسینی استفاده می شود و در سوگواری ها مرسوم است، حقیقتش برای ما تا به حال کشف نشد. پس اگر مورد استعمالش اقامه عزای امام حسین و اعلان به اجتماع عزاداری است و شبیه بر سوگواری است که محتاج علیه بعضی دستجات و همچنین در برخی از هیجان‌ها و حوصه‌های عربی معمول است، پس ظاهراً جواز استعمال آن است، کما اینکه در نجف اشرف هم نزد ما معروف است. والله اعلم. متن فتاوای فقها و مراجع بزرگوار تقلید در تأیید فتوای مرحوم آیت الله العظمى نائینی قدس سره. فتوای آیت الله العظمى موسوی خویی. بسمه تعالی. آنچه شیخ ما استاد آیت الله العظمى نائینی قدس سره در جواب سوالات اهالی بصره فرمودند صحیح است و عمل آن اشکال ندارد و از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم که برادران مؤمن را در بزرگداشت شعائر دین و دوری از حرام‌ها موفق دارد. فتوای آیت الله العظمى سید عبدالله شیرازی قدس سره. بلی، وقتی که در نجف اشرف مشرف بودم رساله ای از طرف معظم الله در پاسخ سوالات اهالی بصره منتشر شد و علمای اعلام همه تصدیق و تایید آن را نمودند. در نظر حقیر هم مؤید و مصدق است
و الله اعلم. فتوای آیت الله العظما شیخ حسین وحید خراسانی. بسم الله الرحمن الرحیم. مکتوب حضرت آیت الله العظما نائینی در مورد شاعر حسینیه مورد تایید این جانب است. فتوای آیت الله العظما سید علی سیستانی. بسم تعالی. آنچه مصداق عزاداری برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشد مستحب و به آن ترغیب اکید شده است. در ضمن تخلف از رویه‌ای که از سلف صالح در مورد عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده سزاوار نیست. فتوای آیت الله العظما میرزا شیخ جواد تبریزی. بسم ای تعالی. جوابی را که ایشان تا به سرا مرقوم داشته بودند به نظر این جانب رسیده صحیح و عمل به آن مانعی ندارد. فتوای آیت الله العظما شیخ محمد علی عراقی قدس سره. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سید حسین معتمدی کاشانی خطیب محترم دامت برکاته، سوالاتی که درباره اقامه شاعر حسین علیه السلام و مراسم معموله عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت خاصه حضرت سید الشهدا علیهم افضل الصلاة والسلام نمودید و جوابهایی که مراجع عالی قدر تقلید در این زمینه مرغوب فرموده اند اجمالا ملاحظه گردید، چون جواب تفصیلی در مورد یک یک سوالات موجب تدویل است اجمالا معروض می دارد که آنچه را که حضرات رجال دین و فقها و مراجع عالی قدر مسلمین از گذشته و ها مخصوصا مرحوم آیت الله العظما میرزا حسین نائینی قدس سره در این زمینه مرقوم فرموده اند مورد تایید این جانب است و نظر این جانب با آنچه که آنها مرقوم فرموده اند مطابقت دارد. فتوای آیت الله العظما نجفی مرعشی قدس سره. بسم ای تعالی. آنچه مرحوم مغفور آیت الله العظما آقای میرزا نائینی قدس سره که از اعظم علمای شیعه بودند مرقوم فرموده اند صحیح و مطابق واقع می باشد. فتوای آیت الله شیخ مرتضی حائری تابسرا. بسم ای تعالی. اطاعت آنچه عالم جلیل استاد الفقها و المجتهدین مرحوم نائینی قدس سره مرقوم فرموده اند و مورد تایید علمای معاصر ایشان و طبقه بعد می باشد مورد تایید این جانب نیز می باشد. و به طور اختصار برای اینکه توده مسلمانان و برادران دینی بر مقدار کمی از دلایل این فتوا واقف شوند معروض می دارد که مرحوم علامه مجلسی قدس سره در جلد دهم بهار فقط در باب ثواب بکا و گریه برای حضرت ابی عبدالله الحسین و سایر ائمه علیهم السلام نزدیک 50 روایت ذکر فرمودند که از آنها مستفاد می شود در سنن مؤکد است. و البته هرچه از مقدمات این سنت باشد از روزخانی و مواکب عزا و غیر ذالک نیز از مستحبات شرعی است و قرار دادن موقوفات و نذور و صرف آنها در مصارف مذکوره نیز چنین است و گذشته از آن در خیلی از مواقع عنوان استشاء که از ضروریات است بر آن امور منطبق می باشد و این خود قدردانی از خلفای الهی و اظهار ارادت به آن مولای مظلوم و اهل بیت محترمش صلوات الله و سلام علیهم اجمعین می باشد و اظهار تنفر از ستمکاران بسیار مؤثر در جلوگیری از ستمگری است. خداوند متعال به مؤمنین و جناب عالی که اقدام به احیای امر اهل بیت عصمت می فرمایید توفیق و اجر جلیل عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فتوای آیت الله شیخ هاشم آملی قدس سره. بسم ای تعالی. فتوای شیخنا الاستاد مرحوم حضرت آیت الله العظما آقای میرزا حسین نائینی قدس سره مورد تایید این جانب است. فتوای آیت الله سید رضا صدر تابسرا. بسم الله الرحمن الرحیم. نوشته این عالم بزرگ بالاتر از آن است که نیاز به تایید داشته باشد و مورد قبول علمای اعلام و آیات عظام است.
فتفای آیت الله العظما سید صادق روحانی بسم الله تعالی. آنچه مرحوم استاد الفقها و المجتهدین آیت الله العظما نائینی قدس سره مرحوم داشتند در نهایت متانت و وضوح می باشد و احتیاجی به امضا ندارد، ولی برای رفع شبهه می نویسم آنچه آن مرحوم نوشتند قابل قبول و موافق شرع است. فتوای آیت الله العظما سید محمد شیرازی قدس سره. بسم الله الرحمن الرحیم. فتوای ایشان رحم الله صحیح و مورد تایید علمای اعلام می باشد. فتوای آیت الله العظما سید صادق شیرازی. از وبه استاد الفقها مرحوم نائینی قدس سره صحیح و عاملین به آن ماجور و مصابند ان شاء الله. فتوای آیت الله العظما سید محمد شاهرودی. بسم الله تعالی. آنچه که استاد الفقها آیت الله العظما نائینی قدس سره مرحوم داشتند فوق آن است که احتیاج به تایید داشته باشد. فتوای آیت الله العظما سید تقی طباطبایی قمی مدظله. بسم الله تعالی. آنچه مرحوم شیخ مشایخ ما در جواب مسائل بسه مرحوم داشتند صحیح است. فتوای آیت الله شیخ یحیای نوری تهرانی. بسم الله تعالی. در پاسخ به مسئله مربوط به تعظیم شعائر حسین علیه السلام و کیفیت عزاداری برای اهل بیت عصمت و طهارت خاصه خامس آل ابا علیهم السلام به عرض می رساند، آنچه که در این باب مرحوم استاد الفقها آیت الله العظما نائینی قدس سره در جواب مردم بصره مرحوم داشتند مورد تایید می باشد. فتوای آیت الله العظما شیخ رضا مدنی کاشانی قدس سره. بسم الله تعالی. اما عزای حضرت ابی عبدالله الحسین ارواح نوره الفدا از شعائر مذهبی بلکه اهم فرایض است، خصوصا در این زمان که مخالفت با شعائر مذهب تشیع زیاد شده و عزاداری آن بزرگوار بر نحو باشد از قبیل سینه زدن، زنجیر زدن بلکه قمه زدن نیز مانعی ندارد. چنانچه استاد اعظم مرحوم آیت الله العظما نائینی اعلی الله مقامه شریف مرقوم فرمودند. فتوای آیت الله العظما سید حسن طباطبایی قمی. آنچه آیت الله العظما نائینی اعلی الله مقامه فتوا دادند صحیح و عمل به آن جایز است. از خداوند تبارک و تعالی می خواهم برای اقامه شعائر و عمل به آنچه او دوست و رضایت دارد و دوری از حرام ها به ما توفیق دهد. به برکت ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ناره الفدا سید حسن طباطبایی خوبی.